با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 21 دسامبر 2013 و 30 آذر ماه 1392. امروز با اخبار ایران برنامه رو شروع میکنم، منتها هر شبت که قبل از اینکه وارد برنامه بشم یکی دو تا نکته رو میخواستم یادآوری بکنم و در واقع منابعی رو به عزیزان معرفی بکنم. یکی مجله مهرگانه که شماره باید 16 یا 17ش باشه الان، یا کدام آخرین شمارش، مجله مهرگان که در ایران بیرون میاد، عزیزان واقعا مجله ارزشمندیه و در این شماره اخیرش چندین مقاله ارزشمند واقعا هست راجع به هم اوضاع ایران و هم اوضاع جهان، مجله مهرگان. و کتابی اخیراً گرت پورتر بیرون داده که هم مورخ گرت پورتر و هم در واقع مسائل تاریخ چیز رو کنونی رو از نزدیک دنبال میکنه، مخصوصا مسئله اتمی ایران رو به دقت دنبال کرده و اخیراً بر پایه تمام به اصطلاح این مطالعاتش کتابی بیرون داده به اسم Manufactured Crisis، یعنی بحران ساختگی، که توضیح میده که اینا مسئله از مسئله اتمی چه بحرانی ساختن که واقعاً یه بحران ساختگیه. حالا کار نداریم که سیاست‌های خود جمهوری اسلامی داستانش چیه و اینا، مسئله یه مقدار پیچیده است، ولی چطور به اصطلاح از این مسئله بحرانی ساختن که در واقع برای تغییر رژیم، که فراموش نکنیم که اینا تا سال 1991 هنوز تاریخ مصرف جمهوری اسلامی براشون تموم نشده بود و در تمام دول جنگ ایران و عراق لااقل اسرائیل مرتب به ایران اسلحه میداد و هنوز دوست بودن. عرض شود که از 1991 به بعد، به دلایلی که حالا چند بار من به اصطلاح اشاره کردم، ازش شیطان ساختن، برای اینکه دیگه نوبت رسیده بود که بعد از عراق و افغانستان و اینا در واقع ایران هم جزء به اصطلاح شیاطین قرار بگیره و از بین بره، وگرنه قبلش کاملا باش برای از بین بردن هم افغانستان هم عراق هم چیز کاملا به اصطلاح همکاری میکردن. ولی به هر حال میخواستم این دوتا چیز رو، و بعدش راجع به اخبار اتمی که آخرین چیه اگر شد، راجع به اخبار سوریه، اخبار ترکیه، اخبار تونس، اخبار لیبی، و البته ما باید به اخبار شیلی که خانم بچله در همین یک شنبه گذشته دوباره انتخاب شدن، یه انسانی که قربانیه در واقع به اصطلاح رژیم پینوشه بود و از اونا بود که چقدر شکنجه شده بود، این دور دومشه که به اصطلاح بار دومه که رئیس جمهور میشه. اخبار اوکراین رو باید دنبال بکنیم، اخبار تایلند رو، ولی فکر نمی کنم که برسیم. ولی به هر حال برنامه امروز رو راستش من میخوام با دو تا نامه که به عزیزان قول دادم که از ایران رسیده شروع بکنم و ما یه بحث تازه ای رو دلم میخواد باز بشه و در نتیجه نامه این عزیز رو میخونم تا یک فتح بابی بشه برای این که در ایران چه باید کرد، برای اینکه مسئله با روی کار اومدن آقای روحانی و آقای ظریف و کابینه روحانی، یکی مسئله سیاست خارجیه که تا الان نه تنها مورد تأییده اکثریت بزرگ مردم ایرانه، بلکه فرزن در این برنامه خود منم با تمام قوا ازش دفاع کردم و باید دفاع بشه.
و واقعا تا الان نقشی که بازی کردن نقش مثبتی بوده و باید ازش دفاع بشه. این یک جنبه قضیه است. جنبه دیگه قضیه سیاست‌های داخله که شاید حیاتی تر باشه، برای اینکه باید ببینیم که اینی که نرمش قهرمانانه مطرح شد و در نتیجه، یعنی از اون طرف و از این طرف هم به دلایلی که من باز کردم در چند هفته گذشته و البته باز هم زوایای دیگرش امروز بازم راجبش صحبت خواهم کرد، هر دوشون اومدن پای میز مذاکره نشستن، باید ببینیم که حکومت در ایران هدفش چیه برای حل مسئله هسته‌ای. آیا واقعا هدفش اینه که جامعه ایران باز بشه، جامعه ایران راه آزادی و دموکراسی رو طی بکنه و تنعم رو و گشایشی برای مردم بشه، و یا اینکه نه برعکس، هدفشون از کنار اومدن با غرب اتفاقا آغاز یک دور جدیدی از سرکوب‌ها و در واقع یک حکومت دیکتاتوری در این حال که از طریق توافق با غرب خودشون رو تحکیم کرده باشن، یعنی از این تحکیم موقعیتشون برای یک دور سرکوب جدید میخوان استفاده بکنن. نکته بسیار بسیار پر اهمیته و ما از نظر سیاست‌های داخلی ایران در یک نقطه بحرانی و بر سر یک دوراهی هستیم که علت این که من میخوام نامه این عزیز رو بخونم باز کردن این مطلبه که از نظر سیاست‌های داخلی ما چه کار باید بکنیم و هدف حکومت از این نرمش قهرمانانه چی هست. اینه که من میخواستم عرض شود که بنابراین به طور کلی به اصطلاح برنامه رو با دو تا نامه‌ای که این عزیز نوشته و دلم میخواد که عزیزان در این بحث شرکت بکنن و واقعا نظرشون رو بنویسن و غیره و غیره، برای اینکه در بطن و در به اصطلاح ضمن این نامه بسیاری از مسائل مطرح شده، از نقش چپ گرفته تا غیره و غیره. این نامه ها خبر نیست بلکه رهنمودهای سیاسیه، یعنی در حقیقت این عزیز میخواسته به اصطلاح در نقدی که از برنامه های من کرده یک سلسله رهنمودهایی رو مطرح کرده. در نامه‌ای که قبلا نوشتن اینطور می‌نویسه عزیز: ما بیش از نیم قرن تجربه چپروی، فرقه‌گرایی و کج‌فکری در ایران داشته‌ایم و ظهور افکار و تفکراتی مانند شما آنتیتز این جریانات می‌باشد که بسیار میمون و مبارک است. بعد ادامه می‌ده این عزیز: ضمن این که در واقع به اصطلاح لطف میکنه به این برنامه، ولی انتقاداتشون آغاز میشه. در برنامه 9/9/92 شما به درستی اشاره کردید که مطالبه ما فعلا همون دموکراسی بورژوایی است. طرح این خواست مورد تأیید و موجب ایجاد جو مناسب برای گسترده ترین نوع اتحاد در اپوزیسیون خواهد شد. دموکراسی و باز شدن جو کلیدی ترین خواست مرحله کنونی است. حالا کلیدی ترینه، اما آیا این خواست حد اقلی است؟ یعنی باز شدن و دموکراسی و آزادی، و یا حد اکثری است؟ به نظر من با توجه به استبداد قبرستانی که در کشور حاکم است، این خواست در این مرحله حد اکثری است و به این معنی است که در این مرحله نمیتوان یک راست
و در یک قدم به سطح اعلامیه جهانی حقوق بشر برسیم. عزیزان به تک تک اینا دقت بکنن، برای اینکه اینا نکات سیاسی ظریفیه و ما الان بعد از این حالا توضیح خواهم داد که ما با تغییر سیاست امریکا، که حالا دوباره عرض خواهم کرد چرا تاکتیکی نیست و یک سیاست استراتژیکه، مستقیما این اثر میذاره روی آنچه که ما در ایران چه کار باید بکنیم. ارتباط مستقیم با حیات کشور ما داره و ما چه کار باید بکنیم. بنابراین به تک تک این نکات باید ما دقت بکنیم و من کوشش میکنم که در یک دو یا چند جلسه تک تک این نظرات این عزیز رو بازشون بکنم و همین عزیز و هم دیگران باید در این بحث شرکت بکنن. متاسفانه ما وقت نداریم که من اونا رو باز بکنم یا عزیزان دیگه‌ای بیان و چیز بکنن، وقت ما محدوده، ولی تا جای ممکن مثلا باید تشکر بکنم از این عزیز که به اصطلاح این نقد رو کردن از برنامه. بنابراین میگه که شما که به اصطلاح نقد کردی این منشور حقوق شهروندی آقای روحانی رو، این یه خواست حد اکثریه، در حالی که ما باید حد اقلی فعلا برخورد بکنیم. باید در اصول راسخ و در تاکتیک ها انعطاف پذیر باشیم. این حرف درسته، ولی باید ببینیم که ما تا چند اندازه باید سطح توقعمون رو باید بیاریم پایین و اصولا حد اقل ها و کف خواست های مردم چی هست در مرحله کنونی. من راجع به کف خواست های مردم ایران با نظر این عزیز موافق نیستم که میگه ما الان حقوق بشر رو نباید مطرح بکنیم، بلکه اکتفا بکنیم به عرصه‌ای که همین فرزن منشور حقوق شهروندی. حالا من اینا رو بیشتر و بیشتر باز میکنم. بعد ایشون ادامه میده، من همه رو نمیخونم ولی فصل به فصل و به اصطلاح تکه به تکه اینا رو من میخونم و در حدود 8 تا 10 تا مطلب توی این هست که اینا یکی یکی باید باز بشه، راجع به چپ، راجع به نیروهای دیگه، راجع به حکومت، راجع به سیاست داخلی، راجع به سیاست خارجی و غیره، برای اینکه الان موقعش هست من همینجا اشاره بکنم. این برنامه در واقع در ماه مه آینده 10 ساله میشه که از تلویزیون رنگارنگ من آغاز کردم در 2004. در عرض این 10 سال هر لحظه کشور ما در معرض خطر تجاوز نیروهای نظامی خارجی بوده. فراموش نکنیم 2004 زمانی بود که در واقع یک سال از به اصطلاح تجاوز امریکا به عراق گذشته بود و ایران در محور شرارت بود و هر روز امکان حمله نظامی به ایران بود. در نتیجه خود من شدیداً محافظه‌کاری در حمله به رژیم ایران از خودم نشون میدادم و حمله نمی کردم. در حقیقت دست به عصا را می رفتم. در حقیقت بسیار با احتیاط رفتار می کردم و از این جهت مورد انتقاد بسیاری از عزیزان بودم. در اون زمان ما براستی دو تا دشمن داشتیم که دشمن خارجی خطرش میتونست فوق العاده بیشتر از دشمن داخلی باشه. الان کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و در نتیجه امکان حمله نظامی، امکان تجاوز به کشور ما فعلا و به نظر من تا مدت‌های قابل پیشبینی نه تنها کم شده بلکه تا حد زیادی رفع شده. این یک تغییر بزرگه و یه چیز کوچیک نیست و در نتیجه الان ما باید
شیوه برخوردمون باید ببینیم در ایران نیروهای ترقی‌خواه چی باید باشه، برای اینکه این مستقیماً رو سیاست‌های داخلی اثر می‌ذاره و در نتیجه ما هم باید به همراه تحولاتی که در سطح جهانی داره صورت می‌گیره سیاست‌هامون رو باید در حقیقت جرح و تعدیل بکنیم به قول معروف، یعنی باید به اصطلاح ببینیم که در هر لحظه تاریخی ما چگونه باید رفتار بکنیم و آیا حل مسئله ایران در نهایت بدون رسیدن به آزادی و دموکراسی حل خواهد شد؟ امکان نداره. یعنی ایران تا زمانی که ولایت فقیه، استبداد تک نفره و یک حکومت فاشیسم دینی بر سر کار باشه، ایران آرام نخواهد گرفت. ایران دائما در معرض خطر خواهد بود. همینجا من اشاره بکنم، چون این رو ممکنه این عزیز متوجه نباشه که چه زمانی خطر خارجی روی ایران کم شده و چه زمانی زیاد شده. قبل از روی کار اومدن آقای خاتمی فشاری که روی ایران بود وحشتناک بود. موقعی که انتخابات 76 شد دیگه ما اینجا بودیم و من خبرهایی رو که اون موقع خبرنگار نیویورک تایمز در ایران بود استیفن کینزر به دقت دنبال می‌کردم. تمام افکار عمومی جهان نسبت به ایران اصلا تغییر کرد. اینه که یک مشت ایرونیا، یه مشت تروریست ریشوی گروگانگیر عقب افتاده کثیف، این تصویری بود که از ایران در عرض بسا گروگانگیری و در عرض 444 روز ملت ایران 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 از یک احترام جهانی برخوردار سال 88 و انتخاباتش که دوباره متوجه شدن که این ملت یک ملت متمدن، تاریخدار و تشنه آزادی و دموکراسی هم. بنابراین زمانی خطر خارجی از روی سر ملت ما برداشته میشه که آزادی و دموکراسی خودش رو نشون بده و یا ما به آزادی و دموکراسی برسیم. تا زمانی که فاشیسم دینی، ولایت فقیه مطلقه، یک مشت آدمخوار در حکومت باشن، امکان نداره ما فکر نکنیم که اینا میتونن ثبات به وجود بیارن. این عزیز حالا عرض خواهم کرد که فکر میکنه این رژیم میتونه جلوگیری بکنه از اینکه ایران مثل سوریه بشه، مثل لیبی بشه، مثل عراق بشه، مثل افغانستان بشه. این عزیز در تشبیهی که ایران رو با افغانستان، با عراق، با لیبی و با سوریه میکنه، این یه اشتباه بزرگه. ایران هیچ کدوم از این کشورها نیست. لیبی رو آره تونستن، مخصوصا با لیبی مقایسه میکنه. لیبی یه کشور 6 میلیونیه، ایران یه کشور 76 میلیونیه. لیبی یه کشور بیابونیه، ایران دو تا سلسله زوال عظیم داره. اینا نمیتونن همینجوری مثل لیبی بیان به سرنوشت لیبی کشور ایران رو مثلا دوچار بکنن. این عزیز باید بدونه که نمیتونن اینا. بنابراین این یه مسئله و
از این جهت باز کردن این نکات و اینکه در ایران چه باید کرد، چگونه باید به آزادی و دموکراسی رسید، بسیار بسیار الان در یک نقطه کریتیکال ما قرار داریم. ادامه میدم من، چون وقت میتونه همینجور بگذره. حالا در مورد روحانی هم باز به قول شما، حالا باید ببینیم، که من گفتم باید منتظر بمونیم. هر کار مثبتی که اینا بکنن ما باید حمایت بکنیم. الان آقای روحانی از زمانی که اومده یک کار رو که میشه شواهد کاملا به اصطلاح دال بر اینه، کوتاه کردن دست سپاه از این اختاپوس اقتصادی که اینا درست کردن در زمان به ویژه احمدی نژاد، به ویژه به اصطلاح چیز خاتم الانبیا و اینا. این یه چیز بسیار بسیار مثبته و ما باید ازش حمایت بکنیم از نظر دا. ولی حالا جنبه های دیگه رو برای عزیزان باز میکنم. بنابراین هر نکته مثبتی موقعی که صحبت از یک مقدار آزادی، یک مقدار دموکراسی میکنن، باید ما ازش حمایت بکنیم و منتظر باشیم. بالاخره او از درون نظام آمده و جزو اپوزیسیون نیست. بنابراین اگر او طرح به ایده مثبت و حتی ناقصی را مطرح کرد، باید حول آن، یعنی حقوق شهروندی که داده بیرون، مردم را سازماندهی و مبارزه کرد. همینجا من به این عزیز اشاره بکنم که درست نظری رو که من عرض کردم راجع به این منشور، الان زنان کشور ما ببینید چطور در برابر این منشور قد علم کردن. نزدیک به 30 تا 40 نفر از رهبران جنبش زنان ایران همین هفته‌ای که گذشت دور هم جمع شدن و دلروده این منشور رو سطر به سطر واقعا باز کردن و مورد نقد قرارش دادن. و یا من به عزیزان پیشنهاد میکنم که برن و عرض شود که مقاله خانم عجیبه که من الان در سایت جرس مقاله مفصلی نوشتن این انسان شریف که عرض شود که در نقد این منشور. بنابراین ما حول این منشور نمیتونیم مردم رو سازماندهی بکنیم، حول نقد این منشور ما میتونیم مردم رو سازماندهی بکنیم، یعنی در نقدش و نه در قبولش. همینجا میخواستم، حالا یکی یکی اینا رو من باز میکنم. اینطور نیست که اگر روحانی مثلا در مورد لزوم پایان دادن به جو امنیتی صحبت میکند، بلافاصله سراغ سابقه امنیتی او رفته. در این برنامه لااقل اینجوری نبوده. آره بعضی ها هستن که به اصطلاح مقالاتشون رو ما میخونیم که با هر چیزی، با هر انتخاباتی، با هر چیزی مخالفت میکنن و غیره و غیره. حالا نکته دیگهش، من قطعه به قطعه میخونم و جاهایش رو که واقعا برای عزیزان میتونه مفید باشه. میگه انتخابات روحانی در شرایط خاص قمر در عقرب و با دخالت مؤثر مردم صورت گرفت و از دست حکومت در رفت. این در واقع جوابی است به اون صحبتی که من کردم که اینا برنامه داشتن و گذاشتن روحانی از چیز بگذره، از غربال اینها بگذره و مسئله اتمی را هم حل بکنه. که خب باید به اصطلاح عزیزان دیگه هم نظر بدن. نظر من اینه که واقعا اینا میدونستن چرا روحانی باید از غربال بگذره، ولی نه هاشمی رفسنجانی که به حکومت خیلی نزدیکتر میتونه باشه و نه خاتمی که اونم جزء به حساب اصلاح طلبای حکومتیه. هیچ کدوم از اون دو نفر رو نذاشتن از غربال بگی. اصلا خاتمی رو که اجازه بهش ندادن، هاشمی رو هم که میدونیم چه کار چه به سرش نذاشتن به حساب، ولی روحانی رو گذاشتن. که به نظر من این رابطه پیدا میکنه با جنبش سبز، برای اینکه روحانی از اون موقع مخالف جنبش سبز بوده و معلوم نیست هنوز آیا موافق و یا مخالفه. همه اینها در تقابل با جنبش سبزه که حالا من صحبتش رو خواهم کرد، که به نظر من برخلاف دید این عزیز
کف خواستهای مردم منشور حقوق شهروندی آقای روحانی نیست. درست به عکس، کف خواستهای مردم منشور جنبش سبزه. و این عزیز رو من میخوام بر سر این مسئله، درست ما در خارج هستیم، ولی میخوام این عزیز رو من به چالش بگیرم و دلم میخواد که عزیزان در این بحث شرکت بکنن که کف خواستهای مردم چی هست و چی باید باشه. بنابراین من میرم روی دومین نامه ایشون که یه مقدار مفصل تره و سطر به سطر باید باز بشه، برای اینکه مسائل بسیار پر اهمیتی توش مطرح شده و اینا رو در چندین جلسه باید باز کرد. این عزیز میگه که ما در کشوری زندگی میکنیم که تا چند سال پیش در اختیار داشتن یک اعلامیه مساوی با مرگ بود، اما حالا ستون حرف مردم را در بعضی از روزنامه‌های تحت کنترل نگاه کنید، تغییر زیادی پیدا کرده است. من این عزیز رو به چالش میگیرم. این طور نیست. در زمان خاتمی رو این عزیز باید به یاد بیاره. ما در خارجیم ولی بالاخره اطلاع داریم که چطور روزنامه‌هایی داشت بیرون میومد، فرضاً روزنامه‌ای که آقای شمس الواعظین و دیگرانشون بیرون میدادن، و ببینید مردم چطور جلوی پیشخون روزنامه‌ها صف می‌کشیدن. از مجله جامعه سالم بگیرید تا ایران فردا رو بگیرید، تا مجله کیان رو بگیرید، تا نوشته‌های اکبر گنجی رو، هرچند که چیزای سرخ پوش و خاکستری پوش عالی جنابان که اصلاح طلبها در برابرش ایستادن. شما ببینید که از درون زندان در مرخصی که داشته اکبر گنجی، این عزیز باید بره و اون مانیفست جمهوری خواهیش رو بخونه. حالا یه بخشش که از نظام سرمایه‌داری و فریدریک فون هایک و اینا طرفداری میکنه، من جوابی بهش دادم، ولی در برابر استبداد ببینید چه موضع‌گیری رادیکال و واقعا انسانی کرده این انسان. و کتابایی که نوشته دو سوال مطرح کرد در اون زمان که اصلا الان کسی جرأت میکنه همچین چیزی رو مطرح بکنه. یکی اینه که چه کسانی جنگ عراق رو به مدت 6 سال ادامه دادن؟ یک. دو، آمرین قتل‌های زنجیره‌ای چه کسانی بودن؟ در اون زمان مسائلی در زمان آقای خاتمی مطرح می شده که اصلا الان بوی ازش وجود نداره. بنابراین من این عزیز رو میگه که تا چند سال پیش در اختیار داشتن یک اعلامیه مساوی با مرگ بود. ابدا. به نظر من بعد از روی کار اومدن احمدی نژاد و اون کودتایی که کردن، قدم غولاس‌های جامعه ایران به عقب برداشته و نه به جلو. ما نباید اینجوری چیز بکنیم. در زمان آقای خاتمی خیلی به اصطلاح چیزهای واقعا بحثایی که بوده اصلا قابل مقایسه با امروز نیست. نوشته های روزنامه‌نگاری به نام، بعد اون وقت مثال میزنه، میگه که اشاره میکنم به نوشته روزنامه‌نگاری به نام بنی اسدی که بسیجی و حزب اللهی بوده است. او در تاریخ 16/9/92 در روزنامه خراسان مقاله تحت عنوان مهندسی هدایا در مورد فساد مالی و تأمین اجتماعی نوشته و این عبارت در آن ذکر شده است: این ابن القدرت، ابن الثروت، ابن التزویر. میگه یه همچین لغتهایی رو جرأت کرده. ببین چقدر باز شده جامعه. اینا رو مقایسه بکنیم با نوشته های اکبر گنجی، شمس الواعظین، بسیاری از اصلاح طلبا در 15 سال پیش یا 12 سال پیش. جامعه و حکومت سرکوب کرده و جامعه رو به قبر رونده و داد عموم را از این خواص فزونخواه و فرونخوار در آمده است. یعنی اینا چیزای خیلی رادیکالیه، ما باید قناعت بکنیم به این. اینها نشانه گرایش به سمت ریزش بیشتر در نیروهای ماورای راست. خب ماورای راست در اثر چی ریزش کرده؟ در اثر مقاومت مردمه، نه اینکه حکومت گذاشته جامعه باز شده. خیر،
در اثر مقاومت مردمه و نیز تفرق و چند قطبی شدن و تضعیف و تضعیف نیروهای حاکمیت است. حالا بعد ادامه عرض شود که من میخواستم راجع به جمله اولی که در نامه قبلی که میگه ما بیش از نیم قرن تجربه چپروی به فرقه گرایی داشتیم، سر اینم من میخوام به این عزیز رو به چالش بگیرم. آیا واقعا نیروهای چپ چپروی کردن یا راستروی کردن؟ نظر من اینه که راستروی کردن، چپروی نکردن. از 65 سال پیش اونهایی که در برابر دکتر مصدق ایستادن چپروی نکردن، راستروی کردن، لااقل تا سال 31 که اونطور در برابرش ایستادن. در سال 57 اونهایی که پشت خمینی رفتن و دنبال خیلی عذر میخوام ما تحت خمینی افتادن، اینا چپروی نکردن، اینا راستروی کردن. و همینطور من میتونم مثالهای زیادی اگر شد اینا رو یکی یکی باید باز کرد. خوشبختانه مجله چشمانداز ایران اخیراً بحثی باز کرده راجع به مارکسیسم و مارکسیست ها که دوست ارجمند مهندس میثمی برای من هم سوالاتش رو و این چیزی رو که نوشته فرستاد و نظر من هم خواست که من هم جوابی برای ایشون نوشتم. من نمیدونستم که قرار چاپ بشه وگرنه مفصلتر می‌نوشتم، ولی به هر حال ممکنه در شماره 84 83 یا 84 مجله چشمانداز ایران به اصطلاح جواب منم چاپ بشه، همینطور که عزیزان دیگری هم چاپ کردن. بحثی رو که مهندس میثمی باز میکنه سوال میکنه که چطور است که در ایران مذهبی، در کشور مذهبی مثل ایران، مارکسیسم اینقدر نفوذ داره یا برد داره. من جوابی که به این عزیز دادم میگم که دقیقاً باید سوال به طور معکوس مطرح بشه. چرا؟ چون ایران نه از تونس مذهبی تره، نه از مصر مذهبی تره، نه از ترکیه مذهبی تره، لااقل چندین کشور دیگر رو هم من اسم بردم. در تونس، این کشورها فراموش نکنی، زبانشون عربیه و موقعی که نماز میخونن معنای نماز رو میفهمن. زبان ما زبان عربی نیست. در نتیجه کشورهای عربی واقعا مسلمونن، مذهبیان. ایران به هیچ وجه مذهبی تر از تونس یا مصر و یا کشورهای سایر کشورهای عربی نیست و یا ترکیه. ولی چطوره که در تونس یک نفر چپ به قتل میرسه، شکری بالعید، و تمام تونس از جا کنده میشه، 50,000 نفر میان به تشریح جنازهش، و یا بعدش که محمد براهمی کشته میشه به همین ترتیب. در ایران خمینی هزاران هزار چپ رو قتل عام میکنه، آب از آب تکون نمیخوره. پس معلومه که در تونس، در مصر، در ترکیه، که در چپ ترکیه در این جریان میدان قضی نقش اساسی داشته، در مصر در جنبشی که از 2011 آغاز شده چپ نقش بسیار پر اهمیتی داشته، در ایران نقشی نمیتونسته بازی بکنه. چپ از اعتباری برخوردار نبوده و نیست. یعنی درست به نظر من مطلبی رو که مهندس میثمی مطرح میکنه درست سوالش رو باید معکوس کرد که در کشوری مثل ایران که بسیار کمتر مذهبیه از این کشورها، چرا چپ اعتباری نداره و
این همه بهش ضربه خورده که این باید باز بشه، به دلیل راستروی هاش، به دلیل اشتباهات استراتژی و وخیمی که داشته واقعا. بنابراین در این زمینه هم من میخوام که این عزیز میگه چپروی ما کردیم، خیر، اینا راستروی بوده، حالا یکی یکی اینا باید باز بشه. مطلب دومی که باز میکنه این عزیز میگه واقعیت این است که نیروهای تعیین کننده در کف جامعه از همه اقشار و طبقات میباشند و بخش آگاه جنبش چه در خارج و چه در داخل تسلط و اثرگذاری چندانی بر مردم ندارند و بیشتر حرکت ها خودجوشه. اگر این طور باشه و روشنفکران هیچ اثری بر مردم ندارند، بنابراین هم باید بی بی سی تعطیل بشه، هم صدای امریکا باید تعطیل بشه، هم تلویزیون های لس آنجلسی تعطیل بشن و هم من و تو و امثالم و امثالم همه اینا باید تعطیل بشن. یعنی اینا هیچ اثری ندارن. اینطور نیست. همه اینها روی مردم اثر میذارن. به ویژه الان که تلویزیون و اینترنت تا اعماق دهات ایران رفته. روز و شب مردم در درجه اول بی بی سی و عرشبت که صدای امریکا و من و تو و پارس یک و پارس دو و تمام به اصطلاح این پورنوگرافی های ما از ترکیه و کشورهای عربی و امثال هم میاد و یا روسی و اینا رو نگاه میکنن، اتفاقی هم برخورد میکنن، میبینن یه نفر یه به جایی که یه کتابخونه پشت سرش بذاره یه کوه دماوند پشت سرش گذاشته اونم یه نگاهی بهش میکنن. بنابراین همه اینا اثر میذاره رو مردم و مردم تحت تأثیر در واقع روشنفکرا مثل یه تسمه نقالن که به اصطلاح کتابهایی رو که مردم و یا نوشته ها و یا چیزهای فکری رو که مردم یعنی کارگرها و زحمتکشا فرصت خوندنشو ندارن، مثل یه تسمه نقاله بهشون منتقل میکنن و دائما اثر میذارن. همینطور که الان جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، الان دانشگاه ها رو و مدارس رو میخواد طلبه ها رو در رأس همه اینا بذاره، یعنی هم دانشگاه رو و هم مدارس رو تبدیل به حوزه علمیه بکنه. اگه اثر نداشتن که این کار رو نمیکرد. بنابراین کاملا مسئله فقط خودجوش نیست، بلکه همه اینا روی مردم اثر میذاره. اینو من میخونم و به سراجبش بحث میکنیم و بقیه شما میذارم برای جلسات آینده. مهمترین خطر در مرحله فعل احتمال فروپاشی است. این نکته یک باید روش الان تکیه میکنم و اوضاع رو یه مقدار بازش میکنم قبل از اینکه به بحث آخر برنامه‌مون برسیم. میگه مهمترین خطر در مرحله فعلی احتمال فروپاشی است، خصوصا بعد از تجربه لیبی و اکنون سوریه. باید بدانیم و آگاه باشیم که کفتارها و بختک‌های بین المللی آماده به گوش نشستن تا در صورت فروپاشی ایران را به سوریه و عراق دیگر تبدیل کنن و با توجه به نبود سازماندهی و تشکیلات سیاسی گستره در صورت فروپاشی و دخالت کشور و دخالت خارجی کشور ده ها سال به عقب باز خواهد گشت. این نکته بسیار بسیار پر اهمیتیه. آیا کشور ما مثل سوریه و یا لیبیه؟ بعد به این عزیز گفت به هیچ وجه. چنین تشبیهی ما رو به همون خطی میندازه که خط حسین شریعت مداری، سران سپاه، طرفداران احمدی نژاد و مصباح یزدی هم که ما رو از خطر خارجی بترسونن و در نتیجه بتونن هم سطح توقع ما رو پایین بیارن، هم ما رو سرکوب بکنن و همین سرکوب و این فاشیسم دینی رو حفظش بکنن. امریکا و اسرائیل به نظر من به ایران نمیتونن حمله بکنن و الان بعد از این مذاکره‌ای که شده، همینجا اول من عرض بکنم که در حال حاضر نیروهای بزرگی سر برآوردن که این مذاکرات رو، این توافق رو و بعد از 6 ماه این قرارداد رو با شکست روبرو بکنن. از سازمان‌های صهیونیستی در امریکا، آقای الی ویزل تا آقای فاکسمن تا همینجور بگیر و برو تا
عرض که اخیر چیزی که اخیراً عرض شد که توسط مارک کرک، آقای منندس و آقای شومر به رهبری اینها دارن قطعنامه‌ای رو در کنگره مطرح میکنن و قراره که بیارنش برای اینکه بتونن اگه اینو تصویبش کنن، یعنی به تحریم‌های جدید رو. و آقای ظریف هم تهدید کرده در مصاحبه‌ای که با مجله تایم داشت که در واقع اگر چنین چیزی بگذره ما کنار میکشیم و چیز. این خواست هم اسرائیل، هم عربستان، هم دست راستی ها در ایرانه، یعنی سران سپاه و طرفداران مصباح یزدی و امثالان و تمام آدم خواه که در حقیقت میخوان ایران رو به خاک و خون، اینا همشون دست به دست هم دادن تا این توافق و این قرارداد با شکست روبرو بشه. در همین ضمن هم فیصل ترکی که به اصطلاح رئیس سازمان امنیت سابق چیز بوده، مقاله مفصلی در الجزیره نوشته، هم سفیرشون در لندن مقاله مفصلی اینطور که معلومه در نیویورک تایمز که من هرچی گشتم ندیدمش، که همه اینها به شدت وحشت کردن و در برابر این قرارداد و این توافق ایستادن. ولی آیا موفق میشن؟ نظر من اینه که موفق نمیشن، با وجود این که اینا به اصطلاح موانع عظیمیه در برابر این قضیه. چرا موفق نمیشن؟ برای اینکه تمام اینها و آلترناتیو این مذاکرات و این توافق و این قرارداد جنگ خواهد بود و تمام این نیروهایی رو که صحبت میکنم از اسرائیل گرفته تا عربستان گرفته تا بعضی از شیوخ عرب گرفته و غیره و غیره و حتی فاشیست های دینی در ایران فقط منتظر یک چیز بودن، حمله نظامیه، حالا یا امریکا یا اسرائیل، امریکا در درجه اول، برای اینکه اسرائیل خودش به تنهایی نمیتونه این کار بکنه، امریکا در شرایطی نیست که بتونه این کار بکنه. دلیلش آشکاره. یادم رفت که اخیراً جورج شولز و هنری کیسینجر هم اعلامیه‌ای دادن و با این قرارداد هر سبت که چیز کردن، مخالفت کردن. در برابر اون اعلامیه‌ای که عزیزان به یاد بیارن که بریژینسکی و اسکوکرافت داده بودن، بنابراین ما میبینیم که شکاف در هیئت حاکمه امریکا هست. همه اینها سیاستمدارای بسیار سنگین وزنی هن. از یه طرف جورج شولز و هنری کیسینجر، از یه طرف اسکوکرافت و بریژینسکی. ولی چه کسی مخالف جنگ پنتاگون؟ همه اینها به پنتاگون وابستن. پنتاگونی که مخالفت کرد هم با حمله به سوریه و هم برای اینکه دلیلش خیلی آشکاره. حمله به سوریه محدود نمیشد، برای اینکه اگه حمله میشد نمیخواستن که نیرو پیاده بکنن، فقط میخواستن بمبارون بکنن، یعنی دمشق رو به نابودی بکشن و در حقیقت مراکز اصلی حکومتی رو بمبارون بکنن. خب در اون صورت هم ایران دخالت میکرد، هم حزب الله، برای اینکه میدونستن نفر بعدی لبنان و ایران خواهد بود، بنابراین ایران دخالت میکرد و میبایست بعد از حمله به سوریه به ایران هم حمله میشد. اگه حمله بخواد بشه، همین فقط یه حمله نظامیه؟ ابدا. هدف حمله یک هدف سیاسیه و اونم تغییر رژیمه. تغییر رژیم به چه صورت میگیره؟ به صورت این که گرفتن کابل، گرفتن بغداد، گرفتن ترابلس، بنابراین میبایست هم بیروت رو، هم دمشق رو و هم تهران رو میبایست اشغال میکردن. نمیتونستن، ایران مثل لیبی نیست که با یه مش از این تروریستای القاعده‌ای بیان ترابلس رو بگیرن. خیر، میبایست نیرو پیاده میکردن. امریکا نمیتونه این کار رو بکنه. میخواستم برای این عزیز عرض بکنم که ایران نه لیبیه، نه سوریه است و حتی نه عراق و نه افغانستانه. امریکای 2001 2003 2005 نیست. امریکا فوق العاده ارتشش فرسوده شده
و ضرباتی که خورده از نظر اقتصادی و سیاسی فوق العاده سنگین بوده. در عوضش رقبایی مثل چین و روسیه در حال حاضر از این فرصت استفاده کردن، در واقع امریکا این فرصت رو بهشون داد، برای اینکه به عنوان نیروهای مؤثر در منطقه، چه در شرق و چه در به اصطلاح وسط که روسیه باشه، نقش بازی بکنن. الان ببینید در مورد اوکراین که اروپا میخواست این به اصطلاح کمربنداشون رو سفت بکنن و قرارداد داشته بنده، از اون روسیه اومد 15 میلیارد دلار بهشون کمک کرد برای اینکه نجاتشون بده، به یک معنایی که به اصطلاح اون مقررات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو نتونن، یعنی وارد صحنه شد روسیه. بنابراین امریکای 2001 یا 2002 و 2003 نیست که بتونه به ایران حمله بکنه. خب حالا این عواقبش برای کشور ما چیه؟ بسیار بسیار پر اهمیت که مردم باید توان و جرأت اینو پیدا بکنن که در برابر رژیم سرکوبگر بایستن، برای اینکه خطر حمله خارجی کم شده. و ما فکر نکنیم، و همینطور که عرض کردم، اگر مردم مقاومت بکنن خطر رو بیشتر نمی کنه، کمتر خواهد کرد. بنابراین به نظر من این یک بحث بسیار بسیار پر اهمیتیه که این عزیز رو من میخواستم بهش به اصطلاح، یعنی این عزیز دوباره میتونه منو به چالش بگیره و عزیزان دیگه هم میتونن به چالش بگیرن. این یه بحث فوق العاده پر اهمیتیه. حالا بنابراین میگه که مهمترین خطر در مرحله فعلی احتمال فروپاشی است. یعنی ما باید دست به عصا را بریم، باید خواستهامون رو حد اقلی بکنیم، یعنی در همین حدی که آقای روحانی مطرح کرده اکتفا بکنیم و بذاریم جنبش سبز لگدمال بشه. در واقع هدف اینه، لگدمال کردن جنبش سبزه، خصوصا بعد از تجربه لیبی و اکنون سوریه. باید بدانیم و آگاه باشیم که کفتارها آره این کفتارها تا زمانی که میتونستن کشور ما رو تکه پاره بکنن، و با توجه به نبود سازماندهی به تشکیلات سیاسی گسترده در ایران، در صورت فروپاشی به دخالت خارجی کشور ده ها سال به عقب باز خواهد گشت. لذا در این راستاست که باید ما از کمترین گشایش ها در صحنه سیاسی و از کمترین دستاوردها باید استقبال بکنیم، یعنی سطح توقعمون رو در سطح منشور حقوق شهروندی بیاریم. که من عرض کردم که خانم فاطمه خیرخواه، اسم عزیزان برن مقالهشو در سایت جرس بخونن، نقدی که از منشور حقوق شهروندی کرده. این حقوق شهروندی که اومد بیرون، این منشور خیلی هم خوب، ولی ما حول خود این منشور نمیتونیم مردم رو سازماندهی، حول نقدش باید ما مردم رو سازماندهی بکنیم. و اما این که تشکیلات سیاسی گسترده در ایران در این راستاست که باید با کمترین گشایشه، عرض شد که این به کاهش سطح مطالبات و محدود کردن خواستهای ما نیست، بلکه نوعی واقع جرایی است. و همونطور که عرض کردم و پلتفرمی برای اتحاد هرچه گسترده تر نیروهای مترقی خواهد بود. ببینیم واقع جرایی یعنی چه. دلم میخواد دو تا مثال بزنم برای این عزیز که ببینیم واقع جرایی یعنی پراگماتیسم چیه و چرا این نوع پراگماتیسم نیروهای سیاسی رو میتونه خرد و متلاشی بکنه، نه اینکه ببره جلو، عقب بندازه. یه مثال من میزنم، باید بگذرم و برای اینکه اینا رو در جلسات آینده بازم باز خواهم کرد. آقای ظریف یه دیپلمات برجسته است، خود من زیاد نمیشناختم ایشون رو، بیش از 30 سال در ایران، در امریکا بوده، از دانشگاه دنور PhD یعنی دکتراشو گرفته،
و و و و و الان در برابر یک ابرقدرت ایستاده. همه اینها جالبه، ولی ببینید در مسئله داخلی این آدم چگونه برخورد میکنه. ظریف در پاسخ به این که آیا رهبر از مذاکرات اطلاع داشته، این در همایش مشترک مسئولان دفتر نهاد نمایندگی رهبر در سال روز وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه، ببینید چی میگه. من قصد ندارم از مقام معظم رهبری خرج کنم. هر لحظه ایشان تصمیم گیری کنند مذاکرات متوقف می شود. این وزیر خارجه یه مملکته. اینو عزیزان دقت بکنن. ما ادعای من این است که باید مطیع رهبر باشیم. این که رهبر خودشون تصمیم بگیرن درباره کلمات و عبارت، روی این من زیرش خط کشیدم. ما ادعای من این است که باید مطیع رهبر باشیم. کسی که پی اچ دی شو در امریکا گرفته، 30 سال در امریکا بوده، در برابر ابرقدرت امریکا ایستاده الان که همه اینا قابل تقدیره، هنوز یه پاش توی قرون وسطاست، یه پاش توی قرن 21 ما باید تشخیص بدیم اینا و به این آدم بگیم که با گفتن این سخن، با این سخنان شما فرهنگ شبان رمگی رو داری گسترش میدی. به این عزیز که این نامه رو نوشته باید اشاره بکنم که اگر موسوی و یا کروبی و یا زهرا رهنورد با یه توک زبون این جمله رو میگفتن، فرداش آزاد بودن. تفاوت جنبش سبز با اینا در اینه که اینا مطیع رهبرن، یعنی یک پاشون در قرون وسطاست، نوکرن، سرسپردن، نوکر خانزادن. مثل اقبال، دکتر اقبال بود که استاد خودم هم بوده یه زمانی تو دانشکده پزشکی، استاد بیماره عفونی بود، بعدش رفت تو سیاست، بعد شد نوکر خانزاد شاه، حالا این هم نوکرهای خانزاد هم. تصورش بکنید که ظریفی که پی اچ دی گرفته خودش رو مطیع و منقاد یک آخوندی که علی خامنه‌ای کیه؟ غیر از این که یه پیشنماز در مشهد بوده که میشسته پای منقل، گاهی اوقات تار میزده و گاهی اوقات یه پوکی میزده و شعری میگفته و بعد پشت یک دریای خون الان ولی فقیه شده. این آدم پی اچ دی امریکا این طور به اصطلاح یک چنین فرهنگ منحطی رو داره گسترش میده در ایران. ما سطح توقعمون رو نباید به حد ظریف ها و روحانی ها و یا حتی خاتمی ها برسونی. من از خاتمی نقل قولی میارم در جمع استانداران در 26 آذر ماه، همین چند روز پیش، که ما بدونیم با کیا سر کار داریم و ملت ما و جنبش سبز که به نظر من کف خواست های مردمه چه تفاوتی با اینا داره. میگه که همین مسئله، آقای خاتمی، همین مسئله رفع حذف و آزادی ها که دوستانی گفتند و امروز خیلی از آن صحبت می شود، آیا دولت می تواند مستقلن و مستقیمن چنین بکند که در راه آزادی موسوی و کروبی عمل بکند؟ در این که دلش می خواسته و تلاش هم کرده تردیدی ندارم، که بنده خیلی تردید دارم، ولی بالاخره ممکن است و عدم تداخل قوا باید باشد. معنای این حرف چیه؟
به ویژه دولت قانونگرایی که میخواهد تداخل نکند. یعنی در حقیقت حصر آقای موسوی و کروبی کاملا قانونیه. این صحه میذاره روش و میگه این قانونیه و بنابراین دولت باید قانونگرا باشه و بذاره قوه قضاییه و بیت ولایت راجع به این قضیه تصمیم بگیرن و نه دولت قانونگرا. آیا واقعا اینا دلشون میخواد که موسوی و کروبی آزاد بشه؟ گرچه ممکن است نهادهای دیگر تداخل بکنن، ولی دولت باید روی روال عادی کار بکنن. یعنی اونا حق دارن دخالت بکنن، ولی ما نباید دخالت بکنیم. آقای روحانی نباید دخالت بکنه. این عزیز باید به این نکات دقت بکنه که یه زمانی آقای خاتمی طرفدار آزادی و دموکراسی و امسالام و امسالام بوده، ولی اینا از جنبش سبز وحشت کردن. در حالی که این جمله آخر رو بگم و برم روی به حساب بقیه برنامه، که اینا از جنبش سبز وحشت کردن همه اینها و در نتیجه از موسوی و کروبی میخوان یه توک زبونی همین حرف ظریف رو بزنه که ما ادعای من این است که باید مطیع رهبر باشیم. علت این که اینا در زندانن و در حسرن چیه که این حرف رو نزدن؟ در منشور سبز شما همچین چیزی رو نمیبینید. چرا؟ برای اینکه منشور سبز و جنبش سبز دنباله انقلاب مشروطیت، دنباله جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و دنباله بهار آزادی انقلابه که بعد غصب شد و کودتا کردن و فاشیست های مذهبی برش حاکم شدن، دنباله اونه. اینا دنباله شیخ فضل الله نوری هم، دنباله کاشانی هم و دنباله خمینی هم. یعنی حکومت اسلامی، یعنی فاشیسم مذهبی. در حالی که ایران باید خودش رو از فاشیسم مذهبی رها بکنه، باید به آزادی و دموکراسی برسه. یعنی در مرحله اول باید فصل سوم همین قانون اساسی باید رعایت بشه، انتخابات آزاد، آزادی روزنامه ها، آزادی تجمع، آزادی سندیکاها، آزادی بیان، و بعد در چارچوب این انتخابات آزاد این قانون اساسی وحی منزل نیست. شما این جمله اخیر که این قانون اساسی منزل نیست از دهان و زبان این آقایان، نه خاتمی، نه رفسنجانی، نه روحانی، نه ظریف نمیشنوی. این یک عقبگرد بسیار بزرگه که ملت ما از برداشت شدن این شمشیر داموکلس بر روی ملت ایران، تجزیه ایران، نابودی ایران که فعلا این خطر رفع شده، نباید تسلیم بشن. باید برعکس برای آزادی و دموکراسی مبارزه بکنن، استفاده بکنن. حکومت میخواد جنبش سبز رو نابودش بکنه و یک چیزی مثل پاکستان ضیاءالحق درست بکنه که اونم با امریکا رابطه برقرار کرده بود. یه همچین چیزی رو میخواد، یعنی فاشیسم مذهبی با رابطه با امریکا، که امریکا هم تن میده به این قضیه و خیلی هم دلش میخواد. در حالی که ملت ما باید از این مسئله استفاده بکنن برای مبارزه برای آزادی و دموکراسی. من این بحث رو ادامه میدم هر چند که اتفاقات دیگری رو که در ترکیه افتاده، در سوریه، همه اینها به نفع مردم هست. یعنی فاشیست هایی که به اصطلاح چیز بودن در ترکیه، الان اردوغان افتاده تو هچلی که ممکنه جان سالم از این قضیه به در نبره. و ببینید تمام اینها نتیجه، یعنی در حقیقت اسلام سیاسی که امریکا و انگلیس و اینا از قرن 19 پشتش بودن و در بسیاری از کشورها به قدرت رسیدن، کم کم و کم کم و مخصوصا تجربه ایران به تمام این کشورها داره نشون میده که حکومت اسلامی، اسلام در حکومت، از فاشیسم سکولار به مراتب در حقیقت
خطرناکتره و در اینچه ملت ما باید این رو بدونم. این رو من این بحث رو ادامه میدم برای اینکه اینا بحثایی که دیگه برمیگرده. من در جلسات آینده راجع به تشکیلات، راجع به اینکه چپ وضعیت چجوریه و غیره و غیره صحبت خواهم کرد که یکی یکی اینا رو، برای اینکه در این زمینه من به عزیزان کتابهایی رو معرفی کردم که الان حتی راجع به تشکیلات و تشکیل جبهه، تشکیل حزب اصلا ما چیکار باید بکنیم، باید بکنیم. کتابهایی رو که به عزیزان دموکراسی ات ورک، چهار تا کتاب من معرفی کردم، امریکا بیان کپیتالیسم، اینا همشون لااقل ما الان باید به حد پاپ فرانسیس برسیم. پاپ فرانسیس رو در اینجا با این صحبتهایی که کرده گفتن که آره این یه مارکسیسته. بعدش یه مقاله مفصل نوشته شده بود که اتفاقا پاپ فرانسیس کتابی رو که خونده و تحت تأثیرشه کتاب کارل پولانیه، The Great Transformation، که من سالها قبل این کتاب رو چند بار هم معرفیش کردم که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، دگرگونی بزرگ به قلم کارل پولانیی، که دو تا چیز بنیادی رو توی این متن مطرح میکنه. عبارت از اینه که دو چیز اگر تبدیل به کالا بشن نابود میشن، یکی طبیعت و یکی انسان، یعنی کار انسان یا نیروی کار انسان. اینا موقعی که تبدیل به کالا میشه از بین میرن و این پیشبینی بوده که 160 سال پیش پیشبینی شده بوده، ولی کارل پولانیه این رو به زیباترین شکل کتابش باز میکنه و الان پاپ فرانسیس داره. این هم یه آدم مذهبیه. کاش اصلاح طلبای ما، ملی مذهبی های ما اقلا میرفتن این کتاب رو میخوندن، کتاب کارل پولانیه رو، و به حد پاپ فرانسیس میرسیدن، بسیاری از مسائل کشور ما حل میشد. بنابراین ما سطح توقعمون در حال حاضر جنبش سبزه و نه این منشوری که آقای روحانی داده. این منشور ما رو به زیر زمین میبره، نه به سطح، نه به کف، برده توی به قول شوشتری ها شوادون، نه هم شبستون، اون زیر زیر. در حالی که ملت ایران در تمام به اصلاح چیزای انتخاباتی که این داشت یا حسین میر حسین میگفتن. بنابراین من چون عزیزان گله کردن که تو چرا اون بخش آخر برنامه رو چیز نمی کنی زیاد، به اصطلاح همیشه 5 دقیقه 10 دقیقه فلان، میرم روی بخش آخر برنامه. چون راجع به سرمایه داری من صحبت میکنم و به نوعی رفتن به ریشا، دلم میخواد با اینکه چند بار اینو من اشاره کردم که موقعی که راجع به سرمایه داری من صحبت میکنم کدوم سرمایه داری، میخواستم چند تا تصویر که من قبلا به عزیزان قولشو داده بودم عرض شد که بعد از انقلاب یه بخش از چپا، همین چپایی که حالا تجربه خودم رو و یه مقدار به اصطلاح در جلسات آینده باز خواهم کرد، میرفتن تو اهواز. اون موقع من تو اهواز بودم دیگه، جلوی مثلا یه مغازه‌ای تو خیابون پهلوی که حالا شده همه خیابونای پهلوی شده خمینی، یارو مثلا 2 دهنه یا 3 دهنه مغازه داشت، میرفتن جلوش، مثلا این هر چود که چیزا، بعضی از این گروه های چپ، مرگ بر سرمایه دار، مرگ بر سرمایه دار، اونجا شعار میدادن جلوی چیز. خب این طفلک ها اصلا نمیفهم سرمایه یعنی چه، سرمایه دار یعنی چه، که اونا هم کسبه اهواز علیهشون شوریدن و دادنشون در دست پاسدارا، و پاسدارا هم دست آقای جنتی و آقای خزعلی و امثال هم سپردنشون و تیروارنشون کردن. اینه داستان سرمایه و سرمایه داری که صحبت میکنی. من چند تاشو به عزیزان
من گمون نکنم که عزیزان بتونن، من اینو توضیح میدم. توی این امیدوارم توی اینترنت هم بتونم اینو روی صفحه بیارم، نزدیک به 400 فراورده هست که این 400 فراورده که یه زمانی توسط 400 شرکت اینا تولید می شدن، الان دست 10 تا شرکت هست. شرکت کلاگ، جنرال میلز، پپسیکو، کوکاکولا، کرافت، نسله، پراکتر اند گامبل، جانسون اند جانسون، یونیلیور و مارس. 10 تا تمام این 90% از چیزایی که خانواده میره خرید میکنه از فروشگاه از این 10 تا شرکت واقعا میخره، بیش از 400 تا فراورده. این یک. دو، بانک ها. نمیدونم عزیزان میتونن ببینن یا نه، فکر نمی کنم، ولی من میخونم اینا. در سال 1995 شما در امریکا 37 تا بانک داشتی، در سال 8 سال بعدش 2009 فقط 4 تا بانک داری: سیتی کور، جی پی مورگن چیس، بانک آف امریکا، ویلز فارگو. اونایی که در امریکا هستن این صحبت ها رو میدونن داستانش چیه. صحبت از concentration و centralization of capital، یعنی تمرکز و تراکم سرمایه. تصویر سوم دستگاه‌های ارتباط جمعیه که در سال 1983، سالی که من وارد اینجا شدم، 90% از دستگاه‌های ارتباط جمعی متعلق به 50 تا شرکت بوده. در سال 2011، یعنی حدود 25 سال بعد که من خودم شاهد و ناظر این قضیه بودم، الان 90% از دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا توسط 6 تا کمپانی کنترل میشه. شرکت جنرال الکتریک. شرکت جنرال الکتریک یه زمانی یخچال و عرض شود که اجاق برقی می ساخته. الان نه تنها یکی از شرکت‌های بزرگ اسلحه سازیه، بلکه NBC، کامکست، یونیورسال پیکچرز یعنی شرکت فیلم سازی و فوکس فیچرز، یعنی تو تمام زمینه‌ها و در این حال بانکداری چیز داره. در واقع یکی از بزرگترین شرکت هاست جنرال الکتریک در دستگاه ارتباط جمعی. نیوز کور که مال روپرت مرداخ باشه، دیزنی که اونم یه صهیونیست دیگه است و تمام به اصطلاح ESPN، ABC رو کنترل میکنه و غیره و غیره، وایاکام، تایم وارنر که فقط یه مجله بوده، الان ببینید چه چیزایی رو کنترل، و CBS. موقعی که صحبت از سرمایه‌داری میکنیم راجع به اینه. یعنی یه کارگاهی در ایران یا یه کارخونه کوچک و یا حتی متوسطی در ایران، میخواستم اول این روشن بشه برای عزیزان، برای اینکه یه بخش از شب این دوتا رو هم با همدیگه مخشوش و اصرا قاطی میکنه. سرمایه داری که صحبت میکنیم اینه، سرمایه داری جهانیه که اینا میرن و سرمایه های کوچک و متوسط رو در کشورهای دیگه خرد و متلاشی و نابود میکنن. من مثال مکزیک رو بعد از قرارداد به اصطلاح که نفتا، یعنی نورت امریکن عرض شود که فری ترید که بین امریکا و کانادا و عرض شود که مکزیک بسته شد، سال 1994 به اجرا در اومد که جنبش چیاپاس در حقیقت روز اول ژانویه مبارزش رو علیه این آغاز کرد. هیچ وقت یادم نمیره ما رفته بودیم کوه نوردی یا دره نوردی، در واقع موقعی که اومدیم بالا روز اول ژانویه خبر بود که به اصطلاح جنبش چیاپاس شروع شده. در برابر این
از اون موقع به بعد، موقعی که اینا باز شد دروازه مکزیک، من مثال مکزیک رو میزنم، ولی من سه کشور رو تو جزوه که اون موقع نوشتم، هم برزیل رو و هم آرژانتین رو و هم مکزیک رو که به طور کلی جهانی شدن و این داستان ها چه بر سر این سه کشور بردن، که فعلا آرژانتین و به اصطلاح چیز برزیل خودشونو از این چنبره بیرون کشیدن و چه پیشرفت هایی کردن. مکزیک به طرف نابودی داره میره واقعا، برای اینکه با ورود غله و ذرت ارزان امریکا میلیون ها دهقان مکزیکی از پا در اومدن و شروع کردن به اومدن به امریکا و الان به صورت کار بردگی واقعا اینجا دارن کار میکنن و چه بر سرشون رفته. ولی از اون مهمتر، دستگاه های ارتباط جمعی زیر سیطره دستگاه های ارتباط جمعی امریکا رفت، بانک های مکزیک زیر سیطره بانک های امریکا رفت، و بعد تولید کنندگان کوچک و متوسط. برای عزیزان مثال بزنم، موقعی که به قول تاماس فریدمن به دنبال هواپیماهای جنگی امریکا مکدونالد وارد یک کشور میشه، هزاران رستوران خانوادگی رو به خاک سیاه مینشونه مکدونالد. همینجوری نیست که مکدونالد وارد بشه و مردم برن رو صندلی های قشنگش بشینن. رستوران ها مال معمولا خانواده ها درستشون میکنه، یه شرکت بزرگ که نیست. موقعی که والمارت وارد یک کشور میشه که الان وارد مکزیک شده، وارد هند شده، ده ها هزار و یا صد ها هزار کسب و کار کوچک و تولید کننده یک کوچک رو به نابودی میکشه. هر کدوم از این سرمایه ها که وارد بشن چنگ میندازن و تمام سرمایه های بومی رو به خاک سیاه منشونن. بنابراین ما باید موقعی که راجع به سرمایه داری صحبت میکنیم به این عزیزان و بخشی از چپ گفته بشه که سرمایه داری که ما صحبت میکنیم، سرمایه داری جهانی و عظیمی رو که مثالش رو زدم، ما راجع بهش صحبت میکنیم و نه یه مش مغازه عرصبت که سه دهنه و یا اینه که مثلا نمیدونم وسائل حمام طرف در ایران یا کاشی در ایران تولید میکنه یا آلمیچر میسازه یا باتری میسازه و امثال هم و امثال هم. درسته اونا هم استثمار میکنن و باید به کارگرها هم برسن، ولی مسئله رو باید ما درک بکنیم که سرمایه های جهانی داستانشون چیه و سرمایه های بومی داستانشون چیه. بین این دوتا فعلا باید ما فرق بذاریم. بنابراین میخواستم این رو به عزیزان گفته باشم که منظورمون از سرمایه داری چیه. حالا برمیگردیم دوباره به ریشه ها که من از انقلاب صنعتی صحبت کردم و بعدش اینه که دوباره باید اشاره بکنم که سرمایه‌داری نمیتونه آغاز به کار بکنه مگر به دو شرط. در یک طرف شما باید انباشت سرمایه داشته باشید و در طرف دیگه، بدون این طرف دیگه سرمایه‌داری نمیتونه عمل بکنه. اکثریت عظیمی از مردم باید سلب مالکیت ازشون بشه و هیچ چیزی براشون نمونه، یعنی وسایل تولید از دستشون گرفته بشه و فقط یک چیز براشون بمونه، نیروی کارشون که مجبورن بفروشنش. این میتونه هم نیروی جسمی باشه هم نیروی فکری، ولی همه اینها مزد بگیرن. این هم یکی از اون چیزهایی که چپ ایران باید یاد بگیره که کارگرای ایران اینو درک کردن و رهبرانشون از جمله آقای منصور اوسانلو اینو درک کرده، دقیق میدونه، برای اینکه دستش در کاره که فقط کارگرای یدی نیستن. کارگر میتونه فکری باشه، از پرستارا گرفته تا کارمندا گرفته تا حتی بسیاری از مدرسین دانشگاه ها و هر شاید که معلم ها، دانشجوها فرزندان کارگران، اکثریت بزرگش زنان،
بدون استثناء کارگرن یا تو خونه کار میکنن که باید حقوق داشته باشه و یا در بیرون کار میکنن. زنان بدون استثناء جز طبقه کارگرن. بنابراین این شرط اولیه آغاز سرمایه داریه که این رو نه آدم اسمیت نه دیوید ریکاردو تا حدی هیچ کدوم از این تئوریسین‌های بورژوایی نمیخوان. فرضاً آدم اسمیت که دیگه بنیانگذار اقتصاد سیاسیه و خود مارکس هم کلی براش احترام قائل بوده، موقعی که میخواد دستاوردهای تولید رو تقسیم بکنه یه سهم میده به سرمایه، یه سهم میده به زمیندارا، یعنی اونایی که صاحبان ملکن، یه سهم هم میده به کارگرا. خب ازش باید سوال بشه که سرمایه رو که تو بهش سهم میدی این سرمایه از کجا اومده؟ غیر از این که دسترنج به اصطلاح یا غارت بوده که رفتید شما غارت کردید کشورهای دیگر رو، و یا سلب مالکیت کردید از دهقانای خردپا و تولید کنندگان کوچک انگلیس در قرن از 16 به بعد، که تاماس مور تو کتاب عرصبت که ناکجا آبادش یا یوتوپیاش توضیح میده که چطور به اصلا دهقانا و تولید کنندگان خرد انگلیس عرصبت که نابودش نابود کردن. به همین دلیل هم که عرصبت که هنری هشتم اعدامش میکنه تا جایی که یادمه، به خاطر اینکه حق رو میخواست بگه، تاماس مور. بنابراین این رو اول ما باید بدونیم، یعنی این پایه‌های بنیانی رو باید درک بکنیم که باید در یک طرف انباشت سرمایه است که با کشتار، بارت با نابودگری همینجوری از آسمون نیومده، که بعضی از این مرتجعین لجنالوده میگن که آره بعضی ها they are lucky، یعنی خوشبختان، خداوند بعضی ها رو خوشبخت آفریده سرمایه دار شدن، بعضی ها رو هم بدبخت آفریده که باید کارگر باشه. خب آدم به اینا چی بگه؟ ضد انسانن کسایی که این حرف رو میزنن. بعد ببینیم منشأ سرمایه از کجاست. نتیجه دسترنج انسان هاست که ازشون سلب مالکیت شده و در طرف دیگه سلب مالکیت شدگانن. حالا با این مقدمه شروع میکنیم و ببینیم قوانین حاکم برش چیه. و من از این جزوه فرایند رشد و ترمیم اقتصادی در نظام سرمایه‌داری هنگامی که از سطح نسبتاً پایینی آغاز شود، از ابتدا آغاز میکنیم فرضاً از اواخر قرن 18 و میاییم جلو، از زمانی که انقلاب صنعتی صورت میگیره. انقلاب صنعتی زمانی صورت میگیره که هم انباشت اولیه سرمایه با غارت و چپاول و نابودگری، سرمایه انباشت اولیه در اصل در دست یه اقلیت جمع شده و عرض شود که سلب مالکیت شدگان، دوزخیان روی زمین. بنابراین سرمایه از اینجا آغاز میشه. این امکان رو به وجود میاره که سرمایه داران ارزش اضافی هرچه فزاینده‌تری رو که به دست می آورن به دو بخش تقسیمش بکنن. من چون قبلن به سراتیس کردم این فرمول رو دوباره باید یادآوری بکنم که عزیزان C به علاوه V به علاوه S یعنی constant capital که سرمایه است، variable capital که مزد مزایای کارگریه، و کارگر بعد از اینکه 1-3 ساعت کار کرد از 8 یا 10 یا 15 ساعت در اون 2-3 ساعت اول جبران میکنه، بقیهش ارزش اضافیه. یعنی S منشأ ثروت‌های بشری، ارزش اضافیه که از کارگر و زحمتکشا، از دهقانا، از تولید کنندگان نعم زندگی بیرون کشیده شده، منشأشونه. فرضاً طلاهایی رو که اینا از مکزیک دزدیدن صدها و هزاران تن، نتیجه بومیانی بود که نشسته بودن این طلاها رو استخراج کرده بودن، ازشون مجسمه ساخته بودن، ازشون پرنده ساخته بودن، ازشون به اصطلاح
چیزهای زیبا ساخته بودن، میز و میز ساخته بودن. اینا رو رفتن آقای پیزارو و غیره و غیره غارت کردن، از اونجا آوردن. بنابراین ارزش اضافی هر چه فزاینده تری رو به دست میارن. حالا با این ارزش اضافی چی کار میکنن؟ به دو بخش تقسیمش میکنن. بخشی را صرف انباشت میکنن و بخش دیگری را صرف بالا بردن سطح مصرف میکنن. سرمایه‌دارا در واقع خودشون هم یه مقدار مصرف دارن، خونه مجلل میسازن، اتومبیلای گرون قیمت میخرن و غیره و غیره، ولی بخش عظیمی از این ارزش اضافی رو صرف سرمایه گذاری برای گسترش تولید میکنن. چرا؟ ما داریم راجع به دوران رقابتی، و عزیزان یادآوری بکنم راجع به دوران رقابتی داریم صحبت میکنیم. در اون دوران شما یا میبایست گسترش میدادی و یا از بین میری، که البته در حالا هم به اصطلاح صادقه این قضیه. بنابراین یک بخشش رو برای صرف انباشت میکنن و بدین ترتیب توازن و تعادلی قابل دوام میان دو بخش اصلی اقتصاد، یعنی بخش تولید کالاهای تولیدی و بخش تولید کالاهای به وجود میارن. بعد از انقلاب صنعتی چه در انگلیس و بعدش در فرانسه و کشورهای دیگه اروپایی و بعدش در امریکا و ژاپن، باید زیر ساخت ها رو درست بکنن. قبلا عرض کردم کانال بزنن، فرضاً همین لوکوموتیو رو که استیفن کشفش میکنه به خاطر این بوده که برای بیرون آوردن زغال از معادن زغال سنگ این کشف شد، که میبایست کارگرها هول میدادن تا ببرن و بعدش از اون به اصطلاح چیز 200 متر 300 متر زیر زمین اینو میبایست بالا میآوردن. و به همین دلیلی که آقای استیفن که به اصطلاح لوکوموتیو رو چیز میکنه یه اختراع بزرگ بوده، برای حمل زغال سنگ بوده واقعا. بنابراین بعدش باید خط آهن بکشن، بعدش باید کانال بزنن، بعدش باید زیر ساخت ها رو. این به اصطلاح بخش یک یا دپارتمان یک بهش میگن، که به اصطلاح تولید وسایل تولیده. بخش دوم یا دپارتمان دوم بخش کالاهای مصرفیه. حالا یعنی بخش تولید کالایی و بخش تولید کالای، یکی تولیدی یکی مصرفی. اما نکته جالب آن است که سرمایه داران در شرایط ترمیم و رونق اقتصادی به شیوهی متفاوت با شیوه بالا عمل می کنن. هدف و انگیزه بنیانی سرمایه داران گسترش سرمایه شخصی به حد اکثر ممکن است. در این مرحله نه تنها افزایش میزان سود، بلکه دسترسی آسان به اعتبارات میزان انباشت سرمایه رو به شدت بالا میبره. در زمانی که اینطور باشی که هنوز مشغول ساختن زیر ساخت ها هستن، مثل بعد از جنگ دوم جهانی اینجوری بوده، بعد از جنگ اول جهانی اینجوری بوده که زیر ساخت هایی که خراب شده باید درستشون بکنن. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. در همین حال اما تقاضا برای فراورده های بخش دوم، یعنی بالای مصرفی، آهسته تر از مجموع تولید در این بخش میرسد. اینجا وارد من یه بحث دیگه میشم که چطور بعد از اینکه این زیر ساخت ها درست شد و در نتیجه به حد اشباع رسید، بخش کالا تولید کالاهای مصرفی میاد جاشو میگیره و در نتیجه بخش مصرفی اهمیت زیادی پیدا میکنه. در نتیجه اگر مصرف تولید از مصرف و تقاضای مؤثر جلو بیفته، بحران به وجود میاد. بحرانهای دوره‌ای اینه. من همینجا اینو توضیح بدم برای عزیزان. در قرن 19 هم علت این که ما بحرانها و بحرانهای دوره‌ای فوق‌العاده کوتاه مدت و ضعیف بودن و بلافاصله در می اومده، همون بحرانهایی که مارکس و انگلس فکر میکردن که انقلاب سوسیالیستی خواهد شد،
در حالی که اینطور نشد. ما میدونیم که چرا. برای اینکه در اون زمان چون بخش تولید کالاهای تولیدی فوق العاده هنوز احتیاج به سرمایه گذاری های سوداور داشته، در نتیجه بخش مصرفی زیاد براشون اهمیتی نداشته. ولی موقعی که بخش مصرفی اهمیت پیدا میکنه، همین سرمایه دارا چون هم کردیت یعنی اعتبار خیلی راحته به دست آوردنش و همین که طمع ورزی واقعا باعث میشه که بیش از اندازه سرمایه گذاری بکنن. علت بحران‌های دوره‌ای یا سیکلیک عبارت از اینه و این فرق میکنه با بحران ساختاری که حالا بعداً صحبتش خواهم کرد. در دوره سرمایه‌داری انحصاری ما هنوز تو دوره سرمایه‌داری رقابتی هستیم که بحران‌های دوره‌ای یا سیکلیک داره. موقعی که سرمایه‌دارا بیش از اندازه، چه در ساختمان‌سازی فرضاً بیش از اندازه آپارتمان می‌سازن، که ما می‌دونیم در امریکا چندین بار اتفاق افتاده، خب کسی اینا اجاره نمیاد اینا رو اجاره بکنه، در اینجا رو دستشون میمونه، در اینجا باید اجاره رو پایین بیارن. اجاره رو که پایین بیارن و یا خالی بمونه آپارتمان، سرمایه‌شون رو از دست میدن، در اینجا خودداری میکنن از سرمایه‌گذاری، خودداری میکنن از سرمایه‌گذاری، باید کارگرا رو بیرون بکنن. کارگرا که بیرون برن، تقاضای مؤثر از پایین میاد و این یک سیکل معیوب درست میکنه. دوره‌های بحران سیکلیک یعنی چه؟ یعنی همین، تا دوباره انقدر قیمت‌ها پایین بیفته که مردم بتونن جنس بخرن، دوباره کم کم و کم کم میاد بالا و دوباره سرمایه‌دارا بیش از اندازه سرمایه‌گذاری میکنن و این سیکل همینجوری بین 7 تا 10 سال یک بار تکرار میشه. اینا سیکل‌های در واقع به اصطلاح دوره‌ای یا به اصطلاح فرق میکنه این با سیکل‌های کندراتیف که صحبتشو کردیم، هر 40 یا 50 سال صورت میگیره. به دیگر سخن نسبت سرمایه گذاری در بخش مصرفی بیش از میزان تقاضای مؤثر برای فراورده های این بخش است. تولید از مصرف پیشی میگیره. همینطور که عرض کردم، افرادی مثل آدم اسمیت، ریکاردو و مخصوصاً ژان باپتیست نظرشون اینه که هر تولیدی مصرف کننده خودشو به وجود میاره، یعنی هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو به وجود میاره. مارکس اینا رو به چالش گرفت، گفت اینطور نیست و میدونیم که اینطور شد که به اصطلاح حرف مارکس از آب درست از آب در اومد، که برای این بحران‌های دوره‌ای تولید از مصرف پیشی میگیره. چرا حالا اینطوره؟ در جلد اول اینو باز میکنم. برای اینکه زمان و مکان تولید و مصرف فرق میکنن. تولید به تکنولوژی، به پیشرفت تکنولوژی وابسته است و همینطور میره بالا، یعنی به حساب پروداکتیویتی میره بالا، در حالی که مصرف بستگی به مزد کارگرا داره که دائم میخوان بیانش پایین. در نتیجه تضاد بین تولید و مصرف صورت میگیره و این تضاد موجب بحران میشه. بنابراین به دیگر سخن نسبت سرمایه گذاری در بخش مصرفی، حالا اگر در واقع همینطور که عرض کردم زیر ساخت ها هنوز بخواد درست بشه، احتیاجی به تقاضای مؤثر کارگرا ندارن، سرمایه گذاری میکنن تو قطار، توی زیر چیز، همینطور که الان در چین اینجوریه، همینجوری به ساخت قطارهای زیرزمینی میسازن، جاده میسازن، پل میسازن، برق کشی میکنن و غیره و غیره. چنین فرایندی میتواند برای مدتی طولانی بدون وقفه ادامه یابد، چرا که گسترش بخش یکم اقتصاد که صنایع مادر باشن و تولید کننده وسایل تولید، تقاضای کافی برای کالاهای سرمایه‌ای در درون خود به وجود میاره که قرن 19 هم اینجوری بوده، یعنی سرمایه گذاری در تولید کالاهای تولیدی یا صنایع مادر. اما دیر یا زود عدم تناسب ناپایداری
میان رشد این دو بخش یا دپارتمان به وجود میاد و شدت انباشت رو به کاهش میذاره. یعنی بعد از اینکه تمام زیر ساخت ها درست شد، تمام کارخونه ها درست شد و غیره و غیره، به جایی میرسه. من یه نقل قولی قبلا آوردم از سیسیل رودز، امپریالیست معروف که تمام افریقا رو در واقع گرفت، که میگه ما این همه تولید داریم، توی جنوب لندن در محلات فقیرنشین لندن بوده، این همه ما تولید داریم، کسی اینا رو نمیتونه بخره، ما باید بریم بازارهای جدید بگیریم. و تئوری پشت به اصطلاح تمام این امپریالیسم بر سر این بوده. وقت من تموم، ولی این بحث ما عزیزان ادامه میدیم. میدونم که وقت کمه و ما باید در واقع وقت بیشتری روی این بخش آخر برنامه بذاریم و امیدوارم که در آینده بتونیم این بحث رو همین جوری بگیریم تا برسیم به مرحله انحصاری. فرزاد جان خیلی ممنون، با عزیزان من خداحافظی میکنم. عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به مردم تیوی، دانشجو تیوی و فیسبوک هر شبت که استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، که هفته آینده راجع به این ستا یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی صحبت خواهم کرد، در حقیقت بحثی که با این عزیز دارم که این نامه رو نوشته، و بعدش هم میره به عرشبت که سایت خودم در واقع mohit.gulshan.com. به این ترتیب شب و روز عزیزان خوش تا هفته آینده.